Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Barodaray islami mu'minin xudo, hamaton ba xonai xudo xush omade. Parvardigor in soat-ha ro baraye ma va shoma muborak gardona. Ba barakati in ruzadaro xudo ya rizq ruzi ma ro ziyad gardon. Mushkilat-hay ma ro oson gardon. در بدن ما روح و اندام و جسم ما شفای کامل عاجل عطا فرما. از آفت و بلاها ما را نگهبان باش. عاقبت کار ما را به خیر، ایمان ما را به سلامت گردان. آمین آمین یا رب العالمین. سلسله بحثمون درباره اخلاق و تربیت و اخلاق محمدی صلی الله علیه و سلم. هر یک جمعه ما بحث میکنیم درباره اخلاق و تربیت و رسیده بودیم در یکی از اخلاقهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، یکی با نام اخلاص، دیگر با نام تواضع که او را میگن خاک ساری. دو اخلاق پیغمبر خدا را ما یک جای بحث کرده رفته استیم، یکی نامش چی بوده؟ اخلاص، دیگر خاک ساری. پروردگار بزرگ در سوره نساء آیه رقم 125 گفت: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و من احسن دینا، خوشا به حال آدمی که دینی نیک داشته باشه، خوشا به حالش. دینداری چیزی بزرگه. وقتی سلطان صلاح الدین ایوبی را 4 سال حق بده پیش پدرش می بیارن، اسدالدین غازی که امکیشان بوده است، با اسدالدین شیرکوه هم می گفتیان شب، بسیار پهلوان بوده است، بسیار یک قهرمان عالم اسلام گذشته گیر. همین شخصیت کلامش کرده گیای، اما کیش کلام کرده گیای صلاح الدین ایوبی را و می بیاره پیش پدرشان نجم الدین ایوبی، میگه لقب نمیمونی فرزندتا و می بینه که یک جوان خوشرو و خوش سلیقه و خیلی نیزه زن و شمشیر زن ده 5 سالگیش، نامش یوسفای، و میگه لقبش نمیمونی و پدرش سکوت میکنه و میگه میمونم شا، میگه چی لقب میمونی؟ میگه هر کسی را دینش اصلاح شوه، دنیا در پیش او بزانو میزنم. و میگه چیه؟ میگه او، میگه کسی را دینش اصلاح شوه، دنیا پیش وی میبیایه، لقبش صلاح الدین میمونم. یعنی برای چی امروز دنیای ما تنگه؟ ما دینداری خوب نداریم. اگر ما واقعا دیندار باشیم که همه ایچ پیش ما خودش میبیایه. اگر ما واقعا دیندار باشیم خودش دروازه هوی میشوه. این گپ در دینداریه. اول عرب ها در یاد کسی نمی زدن که همونجا را مکه و مدینه را یکان کس اشغال کنه، ضبط کنه ای طرف امپراتور ها، چون اینا مردم های بی آداب بودن، مردم های بیابانگرد بودن، بی تمیز بودن، حتی اونها را جاهلیت می گفتن، عصری جاهلیت. همین عرب ها را بینین که خداوند از بین اینها پیغمبر برگزید، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، با واسطه اخلاص و نیت و دینداری حاکمیت های بقوت ترین دنیا رو به زانو غلطاندن. ریشه شای چه دینداری ای برادرو؟ دین برای نمین، دین چیزی مهمه. ایجا دمی بیایم میشینیم یک چی یاد گیریم ای دین ما، خالی اومده نرویم، خالی در کار نیست کسی ده، یک چیز یاد گرفته رویم. دینداری، ای دینداری ما یک چی یاد گیریم. دعاها قبول میشه، نمازها قبول میشه، همه چی خودش به هوی میشه. آدم باید دیندار باشه. و من احسن دینن من ممن اسلم وجهه لله. همون آدمای دینی نیک دارن که به پرگی از برای خالصم به خدا تسلیم میشن. انوای دین داشتیم، به پرگی تسلیم میشن، همه چیزی که دارن همه را تسلیم کی میکنن؟ ذات اقدس الهی تسلیم میشن، به پرگی تسلیم میشن. و هو محسن، چی اگر راهی نیکه تسلیم خدا، چی اگر راهی نیکه تسلیم پروردگار وزبین. خیلی این وزبین ای برادرو که آدم به پرگی تسلیم خدا شوه. این راه ده خیلی وزبین ای، صبر در کره، تحمل در کره، لیکن خوشا به حال انسان هایی که دیندار باشن همه ایچی را پسی کلا میکنن، پسی سر میکنن، همه ایچی پسی سر میشوه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده
تمامی بازارا را میبندند. فکر کنه که یک آدم تمامی بازاراش را بندند. بازار نمیبروی تو. تجارت نمیکنی تو. کسی اگر قدی تو با سودا و تجارت کرد او را به جوابگری میکشیم. میروان حضرت شیبی همو قبیله ابو طالب امکیشون. همو شیبی ابو طالب میروان. اگر شما حجی و رفتگی باشین بعد همو جاکی وقتی که اگر گوان مسجد جین های. وقتی مسجد جین می بیایی در همونجا پیامبر شب قرآن خواندن جینیان گوش کردن. مسجد جین های ایوه بالاتر بکم در حرکت کرده آمدن میگیرین قبرستانی هست اگه در اونجا ختیچه مادرمون دفن شده اگه های ابو طالب دفن شده اگه های انا همونجا قبیله ابو طالب بود. حضرت از مکه آمده در همونجا زندگی میکرد. نمی موندنشه بازارها را محکم کردن، تجارت ها را محکم کردن. همین خلایدن مقصد بینین که دشمن نومرد میشه چخل نومرد میشه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلام میبین میگن من شما دیگون کار ندارم. همین شما میگه ما حقیم، مشرک ها را میگوتن حضرت. همین شما میگه ما حقیم، همین شما رنگ قرآن اقلا یه تا بیاره مایل ما بوارتون میکنم. نمی آوردن. میگفتن خی مایل یا سوره بیاره نمیشوه، یا آیات بیاره نمیتونن. میگو خی مایل اقلا به اندازه سوره کوثر بیاره ما شما را قبول کنم. نمیتونیسن آورده. اینمی سبب میشوه و اینمی که پیامبر گپ میزنه. اینمی نه بهونه میکنم میگم بزرگ محکم میکنم. اینمی نه سبب میکنم میگن کسی قطعی گپ میزنه با جوابگری کشیده شوه. همون محله ده، همون شعب ده، همون وادی ده پیامبر زندگی میکنه. خیلی یک وادی شخشولی کوهستان های همونجا زندگی میکنه جناب پیغمبر. 6 سال بازار رو میبندن. این شوخی نیست، انا دینداری معلوم شود. 6 سال بازار رو میبندن، نان نیست، چای نیست، اوقات نیست، خوراک نیست، تجارت نیست. با وجود انا امین زنای صحابه، دو گودکای صحابه، صحابه خوشان که تعدادشان کمتر بودن، حتی که برگای درخت جوشانده میخرن، برگی درخت خوراکشان های برگای درخت ها رو آبشا می نوشن. یک وادی ده، یک کاروان همو تا میگذره میبینه حالا میبیای اطراف کعبه که در دارو ندوه همون جای مجلس گوشده مشرکا ششته قه قه خندیده معیشت راحت. میگه روز میشه تاریخ شما رو نمیبخشه، من نسل خودتون اولاد اجداد خودتون دیدم که فرزندای عبدمنوفن ای گشنگی را علف خوردستیان. شما چخیلی انسانه ایزو میکشه ابو جهل. بعد دوباره چیکار میکنن؟ دوباره همون شرطنامه ای بود امرا برهم اتیان. از همون وادی حضرت میخمه اکنون کم کم بازار میومد مکه. در همون حالت هم ختیچه را ای دست دادگیان و هم ابو طالب. دو یاری نزدیکشون نیست. اگر کسی دینداری نداشته باشه بسیار در این مصیبت ها چخه طاقت میکنی. انا میجا معلوم میشوه. خوراک نیست، پوشاک نیست، نوشاکی ساز نیست، بدن سر نیست، ختیچه همسرشون نیست، ابو طالبی نگهبان میکردگیشون در قبایل عرب نیست. حضرت میبیا در بیخ خونه کعبه نماز میخونه که میبیاین و بین شانه ها و پشت سرشون ده شکنبه اشتره میمونن. بین که چی روزی وزبینه چی با مشرکا و اکه جا میوان رحم میوان که دیگه هیچ که نداره را پشتشا بگیره. میبیارن میمونن. همیخه روزای وزبین بود. برای انا امین خدا امر میکنه که و من احسن و دینن خشا به حال آدم های دینی نیک دارن. اما یک روز هم ای دین نگشت، یک روز هم ای دین دست نکشید، یک روز هم از این دین ناامید نشد. من من اسلم وجهه لله خالص لله تسلیم خدا شد و هو محسنون انا راهی نیک. فالاسلام الوجه، نام اسلام یک تاش چی بوده؟ اسلام الوجه، اسلام روی راست. نامش چی بوده؟ اخلاص القصد والعمل لله خالص لله. اخلاص مخلص میشی، عملات خالص لله میکنی. انا میرا اخلاص اسلام وجه میگفتیان. والاحسان فیه، در این راه با احسان میکنی. احسان چی بوده؟ احسان همین بوده است که همین جده ششتی یا تاخچهک هویای یا نیروت را نگاه داره. هر کس انمی خلقشه فکر کنه و احسان داره. یعنی که انمی جده ما میشینیم، همین جده میشینیم، هر کس فکر کنه که یا در بیچه انمی خیلی یک تا خوش رو اک
همین خیل تاقچه هویایو ای همون تاقچه یا نیرومو را نگاه داره هر کسی انم خیل اسلام داره و احسان داره انمین اخلاص هر کسی اکم جا شینه و فکر کنه که یک تا نیرو را نگاه داره سفیان ثوری 400 تا شاگرد کامل داشته بین همون در 400 یکمشا نغز میدیده دیگوش کم کم نغز بینی هست با او درجه نه اون نو شاگیر چیده گی بده اینو خیلی سال زیاد او بالا گذر تمام کار حرمسرا کارای مخفی سفیان ثوری را میدونیسته اینو رشک میبرن چی و این نو اومده ای قدر آبروی زد مقام ما کای کهنگی همی جده میچی همین غوغا حتی آمده به خود حضرت سفیان میرسه بعض وقت میگه شما خیلی نکنه اینجا یه روزای هست که من نمیدونم نمیگم شما ده نمیشه و حد زیاد بحث میخیزه بین مریدا و شاگردا جنجال میشه و بعض وقت میگه سهر احمد یک تایی مرغ بیاره اما یک تایی مرغ میبیارم میگه ایم اینجا میگه سوالتون حل میشه و مرغ میبیارم میگه بله میگه احمد تون وفاداره میگه وفاداریم میگه روی کله های مرغ با کارچهاتون بریده بیاره من در کلش هم تا خوش قربانی کنه بیاره و اون شهر دیگه کسی نباشه هیچ که نبینه تونه همه یکی پسی دیوال یکی درونی باغ میده من کلای مرغ کنده میبیارم این مرغ زنده میبیارم میگن آخی چی به این کار کردی صوفی همه مرغ کشته آورد زنده آوردی میگن امری استادم بود که جای در کشه که کسی نباشه همه جا رفتم گوی یه تاخچه مرا نگاه داره انمی اخلاص های انمی احسان های احسان انمی بده چه خیلی که در محضری او زنا میکنی چه در محضری او دروغ میگی چه خیلی آدم میزنی چه خیلی دزدی میکنی این گو من جای رفتم آخی گو همی کلا کار ده در گلوی مرغ میمونم یا تاخچه من نگاه داره کار ده میگیرم من نتانیستم و مرغ سر داد گو برای همی نقضش میبینم آخی برای همی برادر رو احسان خوب کنیم احسانی نیست که نان و چای انه این احسان یک دریچه ای که اون نیرو های او سازنده های او سوزنده های ایا قطره آب خلقت کرده های او ترا به سعیمون ده نگاه نمیکنم آخه نگاه داره چیکار میکنی نمیتونم گفت گو برای همین گو کشته نتونستم شد ای همین سبب گو دوستش میدارم نامیر احسان میگم جبرائیل همین رسول اکرم پرسید مل احسان یا رسول الله ای فرستاده دای خدا گو احسان چی های گفت احسان همین های که خدا را در کجای عبادت میکنی گمان کن که دیده سایتا اگر نبینیشم او ترا میبینم حضرت امام ابو حنیفه را پرسیدین گفتین که حضرت یگان مراتبه خدا را چخیلی با خدا را دیده عبادت کردگی گفتن من یگان مراتبه خدا را ندیده عبادت نکردم عینن دیدم شب عبادتش کردم گفتن من را دیده سایو زیاده از صد بار گفتن خدا را در خون دیدم ندا اون کرده صدا اون بلند کرده یعنی که با یگان چی مونم نداره اما ندای ملکوتش را شنیدم هنیخ بزرگا بودن احسان میگنی را من ندای ملکوتیش فهمیدم این احسان میگن خشا به حال آدم هایی که احسان دارن کی داره دین خالص لله کسی که نیت نیک داشته عمل برای خدا میکرده انا میخیل احسان داشته مطابعت رسول الله صلی الله علیه وسلم و سنته پیروی حضرت محمد بده صلی الله علیه و سلم پیروی سنت رسول اکرم بود. گاگای میشد میگه عبدالله ابن عمر موسم حج می آمد فرا می رسید در مدینه منوره از این کوچه می برا میگن عبدالله از این کوچه از این کوه می برا میگن از این کوچه از اینجا می رو از اینجا می پرسن شکی عبدالله چی گه پیوخی این کاری تو کرده است در یگان جای حج نیست تو چیخه قدم میزنی در بیابان و کوچه ها میگو من در این کوچه ها و در این تپه ها و خمی ها و راستی ها پیامبر دیدگی بدم برای همی قدم زده استم که یکی قدمون به قدم رسول اکرم راست بیایا آمد میگه نگاه کرد حجر الاسود عبدالله ابن عمر موسم حج دگو ای حجر الاسود تو یه سنگی اما دیدم تا که رسول الله موچت کرده اما دیدم که ابوبکر خلیفه موچت کرده پدرم عمر موچت کرده
عثمان موچات کردای علی موچات کردای من هم می بیام از زمین بوسه میکنم که یک لبم به لب رسول اکرم رسا انا این بود میگه حال صحابه گو میگه می اومد یک جایی بود پیر بودن حضرت همیشه میگه جای آزاد بود میگه کلاش خم کرد میگذشت میگفتن چوه این خیلی میکنی چوه این خیلی میکنی میگه بید از زمانوی من یوش بودم در ایج خرمو بود نوده‌هاش دراز بود و خاراش کشال چند بار پیغمبر دیدم به تگ میو میونش خم کرده گذشت با چند شما خرموها را بریده من هیچ محل خود مای سنت او دور نمیکنم میونک ما خم کرده میگذرم انا این بود سنت رسول اکرم اما امروز خیلی از سنت دور مونده مامون نه ریشامون سنتی ایو نه موی سرمون سنتی ایو نه لباسامون سنتی ایو نه دهن و دندانمون سنتی ایو نه زندگیمون سنتی ایو فقط یه چی سنت مونده ایو استارا بیاره دستی حلال کنم انا این قدر سنتی مون همه ایچی مونه سنت دف شد دیگر روح دور شد حضرت امام شافعی میگه شب شیشتم ابلیسم آمد پیشم بعد میگه قدی ابلیس اردمون گب زده شیطانم قدی گب زدم میگه شیطانم گفته که محمد ادریس از روز اولی بدنت ندر آمده بودم وظیفه دارم کردن ای طرف ابلیس کلانی که تو شیطانی شافعی پیش امو میری ای روز اگالی تند ندر آمده بودم امیقا خوشرو بودم امیقا فربه بودم امین قدر زیبا بودم ای روز تنیت در آمدم وضعیتم به زیبای خراب شدم لاغر شدم حتی خسته نمیتونم و بس بده که این نماز روز آخی بس بده که این قدر به سنت گشتن آخی همین خیلیم کرده که دیگه من جمیده نمیتونم بعد از او پرسید که تا ای چی میترسی شما شیطان ها که هر کسی به سنت گردم و ای میترسیم هر کسی به سنت چون این انا امین های چی با آدم ها جین میدونه هر روز همجا ده آدم بیو یا غمو میتیان میجوخن ما فکم کجلا میکنن پوم میکشن او با سنت گر او با سنت گر پوی با تورت خورا دهانت میسواک زن خوشبو کن پشمای زیر کشت گیر لباسای توزه پوش اینا ترابع بیو یکس یک نیم ساعت خونده سیان باور که ابلیس میسوزه ده قرآن خودش دفنشه میگرزه میره خیمیجه همیجه دفنشه خودش یک نیم ساعت ابلیس قرآن خونن با زنده میمونه و با سنت راست نمیگردیم با سنت راست نمیگردیم و بنابرم این سبب ما را شیطان بازی کردن در بازی میدراره در یک روایت دیگر ابن خدامه میبیاره که گفته است رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودیان شیطان گفته است که من فرزند آدم رنگ گوی چکل خکه در بازی میدراره انکه اگه گوی نام داره اگه چوگان و گوی خدی در بازی میدرارم شد من چوگانش میشون گفتم خیلی رنگ همون توبچه در بازی میدرارم شد در کدام وقت در همون وقت غضب کنه و همون وقت اخلاص گریزه من او را گفته رنگ توب در بازی میدرارم همون حالت غضب ده نگاه کنه ده آدم ها دیگه شان خبیده نمیتونم با در بازی دستی من در بازی میدرارم شد وقد ثبت في حديثي ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه از حضرت انس بن مالك حدیث ثابت بوده که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودیان که دل امت من و بنده مسلمان از سه چیز خالی نیست یکم گفته اخلاص در عمل دل امت من از سه چیز خالی نیست یکم اخلاص در عمل دوم نصیحت برای بشر سیون فقط جماعت دوست داشتن هر کسی جماعت امت من دوست داره گفته دعوای من روز قیامت در بالاش ثابته این جنت می روه جماعت را کلید نکنه این ترابه جمعیت های این جمعیت های کجا می روی خیلی جمعیت را پیامبر گفته من شفاعت میکنم کسی در جماعت پیوست می شود این خیلی جمعیت را کجا می روی اگر دعوت نومتی قدم دم جمع نمیکنی یا را خدا جمع کرای این خیلی جمعیت را کلید نکنی خیلی جمعیت را رسوا نکنی این خیلی جمعیت را داغالود نکنی پیامبر میگه سه چیز در دل امتی من دایما اخلاصی در عمل نصیحت برای بشر من این منبر این نصیحت های همش این موعظه های نباشه فکر کرده ایسی چی در کرو دم خشده ای رمزون که غمت بفره میکنه برای آن که میخواییم از اون شفاعت بنصیب شویم میخواییم که از اون چهره بنصیب شویم میخواییم که از اون جنت الفردوس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یریثون الفردوس امت من
برای جنت الفردوس کوشش میکنه، حرکت میکنه که میراث وارث جنت الفردوس این امت رسول اکرم است. انا امینه برادرو نباشه، همه خواب دوست میداره ساعت، همه نقص میبینه که در پیش اهل عیالش باشه، همه میخواهد که در این جای جای آرام داشینه، اما چی مجبور میکنه؟ چی مجبور میکنه در دل شب مؤمنین خدا گریه میکنن؟ چی مجبور کرد صحابه از مدینه آسیا آمد؟ چی مجبور کرد در قطار کوههای افغانستان صحابه میمره؟ چی مجبور کرد صحابه در قطار کوههای عینی میمره؟ چی مجبور میکنه خود زمین بیرما و لعاس میره صحابه میمره؟ این چیه؟ این ندای ملکوتی ایمان است. نمیمونه تا خوروی، میگه خیلی دیر میشوه، دیر میشوه، خیز، میگه خیلی دیر میشوه. انا همه خیلی کار کردن که ما دیر نموندیم، اگر اونا میسادن در مدینه دیر میشد. چی مجبور کرد ویارا اینقدر فرسخ راه را بیاین در این بیابان ها روان؟ شب پیامبر در خانه امی ایمن مادرمون، ای خوب میخیزن میخندن، ای خوب میخیزن گریه میکنن. بعد از او امی ایمن مادرمون میپرسه چی با خندیدی فرستاده خدا، چی با گریه کردی؟ گو خندیدم یک کرده. گو چی کرده؟ گو دیدم امت ما بحرا را هوی کرده اسلام برده سیان در خوام دیدم. گو چی خیل؟ گو او وقت پیامبر بحر ندیده بود، زمان رسید که تاریخ ابن سعد بحر میان زمین هوی کرد اسلام زمین اسپانیا در آورد. ما در خوام دیدم گو بیرا حال انشالله بحرا بسیار هوی میشوان. ما در خوام دیدم گو مسلمان ها امتان گو بحرا را هوی کرده سیان با انمون ندای بلند اسلام او برای دنیا بردیان. 100 سال بعد این خواب تاریخ ابن سعد بچه سعد ابن ابی وقاص اندلس اسپانیا را فتح کرد. برای انمین برادرها انا امین ای اونا چی میخواستن؟ او میخواستن که ما مسلمان شویم. نمیخواد کورای نه پول نه مال نه زن نه تجارت، هیچ مقصد نبود، ما باید مسلمان شویم. خدای ما را برای راست هدایت کرد. اللهم لك صمت و بك آمنت و عليك توکلت و علی رزقك افطرت. آمین یا رب العالمین. روزاتون خوش باد.